موزیک. شهر کوچک سمپل دووانس گوهری در قلب منطقه پروانس در فرانسه است و در تپه‌های نزدیک به سواحل جنوبی و شهر نیس قرار گرفته است. سمپل دووانس مدت‌ها پناهگاه معروفی برای هنرمندانی چون نقاش برجسته مارک شاگال یا شاعر فرانسوی ژاک پرور یا هنرپیشه بیادماندنی ایو مونتان بوده است و امروز میزبان یک فستیوال موسیقی کلاسیک است. در پایین دیواره‌های قرون وسطایی و در مقابل یک چشم‌انداز زیبا و شاعرانه، کلر دزر و ژرار کاوسه، پیانیست و ویولونیست فرانسوی، قصه‌های پریان شومن و سونات بتوون برای پیانو و ویولونسل شماره 3 را اجرا کردند. شاید قسمتی که بیشتر به روحیه من نزدیک است، بخش شومن است. چون احساس می‌کنم به اون نزدیک‌ترم. از خیلی وقت پیش شومن دنیای خاصی دارد، دنیایی شکننده و پرشور که احتمالاً با خلق و خوی شخصی من هم بیشتر می‌خواند. این جالب‌ترین و مرموزترین بخش شومن است. این اثر خیلی طولانی نیست و از 4 بخش تشکیل شده. مانند همیشه در موسیقی شومن، رویایی و گاهی تداعیگر حس خشم است. و باز هم جذابیت ملودی‌های آرام، خاطره‌انگیز و نوستالژیک و گاهی غمگین را دارد و در کنار آن حرکات بسیار تند از تاخت 4 نعل از پا الهام گرفته است. در آن زمان مرجع این بوده و چیز دیگری وجود نداشت. موتور درونسوز وجود نداشت. سونات برای ویولونسل شماره 69 بتوون بی نهایت فوق‌العاده است و به نظرم آمد که واقعاً حیف است که نمیتوانم آن را با ویولون بزنم. بنابراین به خودم گفتم باید آن را بازنویسی کنم. این کار را کردم. صدای ویولون در این حال که به این سونات عمق می‌دهد، یک نوع ناهنجاری هم اضافه می‌کند. همین رنگ ویژه به این قطعه طعم متفاوتی می‌دهد. بین دو آلت موسیقی یک برابری و گفتگوی واقعی وجود دارد. رومانتیسم و حس شاعرانه بتوون در سونات سوم بسیار باز و قابل لمس است.